راجب ما به کسی چیزی نمیگی ها. شطور دیدی؟ ندیدی. صورت جون استاد این چه حرفیه؟ خیالتون راحت باشه. هیچ شطوری ها، هیچ شطوری ندیدی. ایوت به سلامت، خیالتون راحت باشه. استاد، پس من شب میام پیشتون. ما فعلا نه، ما فعلا جامو معلوم نیست. هر جا مستقر شدیم خبرت میدیم. ایشالله. پس زنگ بزن دیگه. اما شما برو دیگه. گله. سایبا خواهی جان نزده. بریم به سلامت. خدا حافظ. این جمع کو بریم دیش شد. محمود. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. برو بیم. برو بیم. نیه پوشی. خبشت به نیه پوشی. خواهی. 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 سلام دوست. ماشین درختی کتی نمیجاست. بله بله. نوبت شما سلام. نوبت من که رئیس خطم. نوبت ماشین جلویی راننده شم رفته دستشویی همین الان برمیگرده. چند نفری؟ معلومه دیگه آقا 4 نفر دیگه. نه آره خیلی معلومه. شما میتونید سلام. من یه مسافر کم دارم برای ابو سعید. یه مسافر من میدی. برو میفرستم. سعید بخیر. ابو سعید امر خیر. خیر ببینه مادر چیه مگه؟ خدا ابو سعید امر خیر. من میدونی چند وقت وحید رو ندیدم؟ وحید. من میشه من برم اونجا بعد شب شما هر جا رفتین من با شما کانکت بشم. بعد میبینم شما کجایی من کانکت میشم. کاتک میخواد. من خواهم باشون یه وسیله کانکشن خیلی خوب تا هم برو انسی هم بره بس من تنهایی کجا برم نه خب منم همین رو گفته بودم که با هم بره بس جایی نمیخوام بره برسن باشه صندوق آقا باشه خب حولم نکن برو چشم بجا خب بازه بگه بزن جا میشه یا بود لش کنی شما خانم باری بیشی باری بیشی باری بیشی بذاره آخه دیگه ببینم میتونه بذاره این آره باری گذاشت برو عقبتر اینو میبریم اینو میبریم اینو میبریم بیا خب درو ببر سرتا نشکنی برو نزو ببر ایجی نسی کجا بریم؟ درختی درختی چه جالب آخه من منتظر مهین بودم. آخه خب از منتظر مزاحم نمیشید دیگه. نه پیاده نشید. خودم میرسونم بهتون. خب مگه نمیگی منتظر مهین خانم دیگه جا نیستش که رو صف که نمیتونی بشی بس پیاده شی ما ببرید. نه بابا خوب نیست آخه شما پیاده بشید. فامیلی گفتن میدونی حالا کوتاه مهین بیاد. رفته خرید خانمم که خودتون میدونید. آقای فرخان پر شدی حرکت کن دیگه. مسافرم معطل مهین نمیبینی. باشه میرم. میدونی نصرت خان راستیتش حوصله‌ام سر رفته بود گفتم بیام بیرون هم یه هوایی بخورم هم دوتا مسافر جا به جا بکنم ثوابشو ببرم وگرنه دفعه اولمه فکر بد نکنین یه وقت برو اولتونه آقای فرخان شارژتو چی؟ شارژتم نمیخوای بدی؟ باشه چشم میدم بذار برم و برگردم بابا چی رو برم برگردم دیگه بعد یه سال که تو این خطی که این راه برم من نباید بگم شارژ بده خیلی خوب راستی نصرت خان مگه نباید شما الان ترکیه باشید آخه آقا نصرت توضیح بده دیگه الان برشون سوء تفاهم میشه میگه ما چی بوده توضیح بده راستش فرخ من الان حوصله توضیح دادن ندارم باشه توضیحش اینه که یعنی راستش ما یه چیزی اینجا جا گذاشته بودیم اینی که اومدیم دست جمعی برداریم بدیم توضیحش اینه حالا چی جا گذاشتیم چی جا گذاشتیم مگه من میپرسم شما بابت کار کردن تو این خط چقدر باید پول شارژ بدی؟ آره نه یعنی آره شما درست میگی ایوید آقای سلیم مگه ما سوال میکنیم چقدر شارژ مادر بلنشیم بریم دیگه من مردم از گشتگر منصورم میاد اونجا علاف میشه دیگه راست میگی دیگه ما بچم خسته شو حرکت کن دیگه آقا برو دیگه شرمنده آقای سلیم ببخشید آقا لطفا حرکت کنیم بایدوز بفر نمیشه؟ دوباره بزنیم اینم که قمسوز ایده ماشین نمیدونم چه مرگشه بعضی وقتا اینجوری میشه مال ما این مال ما محمود جانم
با تو نیستم محمود جان، با تو نیستم. هول شو. با اون محمودم. محمود. هر محمودی که محمود من نمیشه که، یه محمود دیگر داره میگه. آ چیه میخوای شارژ بدی؟ نه بابا شارژ کدومه؟ نمیدونم چش این صاب مرده. نمیزنه دوباره. یه دست بزن ببینم روشن میشه. یاخته دای هر دفعه گل دوستان شارژش دادی تز زدمونی هولور استارت خراب. محمود جان ترجمه کن مادر ببین چی میگه. میگن که به جای اینکه دو ساعت برین دستشویی استارتتون رو بگیرین درست کنین که مردم علاف نشه. باشم دارین کار میکنین، چیز خاصی نیست، چرا خجالت میکنین؟ نه آقا اصلا این حرفا چه ربطی داره بابا جون؟ من دارم میگم بیشتر از یه سال تو این خطی، هر دفعه ما اومدیم گفتیم شارژ بده، گفت ما استارت خرابه، این ماشین یه هولی بده. آقا اینم همینه بود ترجمهش، همین میشه دیگه، استارت خرابه دیگه. بابا به جای این یه سال کردنت، یه دست به این ماشین بزن روشن بشه. برو تصویرو بخواب، یه هول بده. آره خوابیده خوب نشستی میگی تکونش بده. بابا ماشین سنگینه، این مسافراتو پیاده کن تا بعد هول بدیم، بذار ماشین سبک شه. آره ما رو میگی ما؟ ببخشید دیگه نصرت خان، شرمنده تونم. میشه ازتون خواهش کنم پیاده شید که ماشین سبک شه؟ لطف کنین اون اساساتونم پیاده کنین که ماشین سبکتر بشه، زودتر روشن شه. فرخ خان جان، این یارو رو ول کن، این محمود ما به هول دادن وارده، چطوری هول میدی ماشین تو راه؟ نه آقا شما چرا نه آقا شما چرا منو شرمنده بکنید؟ هر جور میل نه نه یه وقت دست نزن اینا، این جور زیاده. خیلی ممنون، اساسات هم بیارین پایین. نشستم اونجا فقط میگه هول بده. محمود آره دیگه، همیشه کارته دیگه، شارژ که نمیدی، ماشینت که استارت نمیزنه، موهات هم که صد دفعه گفتیم کوتا نمیکنی، خب یه دفعه سر کار نیا دیگه. بگی یه هول بده، یه هول بده، یه هول بده، هول بده. دردم بچه رفتی بنده خدا، از خجالتش رفت دیگه، بهتر که رفت از خجالتش. خجالت واسه چی؟ آره دیگه آقا دیگه، خدا هیچ بنی بشری رو خجالت زده نکنه. این آقا رو تو میشناسی؟ این آقا رو که شما چی دیگه، چی دیگه میشناسی دیگه؟ این آقا رو میشناسی؟ بله این آقا رو خوب میشناسم، پول داشت مخصوصا شارژ نداد. آره بابا ساده این شما. آره باید با چیکار چی کنی؟ من شرمندم، بفرمایید ماشین سوارش. من واقعا در عجبم بابا، چی میشد میذاشتین میرفتم به خونه دومم به بچه های تاد یه سری میزدم؟ لازم نکرده، حتما باید راه بیفتید کل شهر ببیندی تو. الان همین عباس آقا شیپوچی، همین آقا فروغ ما رو دیدن، انگار تمام شهر ما رو دیدن، همه رو الان خبر دارن. ای آقا نگهدار، نگهدار ببخشید، یه چند لحظه اینجا نگهدار ببخشید. چی شد؟ کجا میری خانم قاسمات؟ کجا کجا؟ هیچه مادر چقدر سوال میکنی؟ چرا پوزیجو نکنی؟ حرکت کنی. خب کجا؟ چرا این ور اون ور میکنی؟ خب مادره داری شکار میکنی؟ این وره مسید. کجا؟ آقا ساکمون اینجاست، باش اهل بام بیان. بابا چیه بابا جان اینجا چیکار داری؟ راست میگه بابا، واقعا اومدیم اینجا چیکار کنیم؟ چی میخوایم اینجا؟ 2 کیلو گوجه فرنگی. ایوت خوب شد که گفتی، و الان من فکر میکردم اومدی اینجا گوشت و مرغ بخری. آفرین افندی، تیکه میندازی؟ شما داری تیکه میندازی خانوم؟ الان موقع لباس خریدنی تو این هیری ویری؟ راست میگه واقعا بابا، همین عروسمادمون نمیگه چه بی ادب بودن، دو تا تیکه سوغال نگرفتن دستشون بیان، دست خالی که نمیشه رفت خونه مردم، میشه؟ نمیشه دیگه. آفرین، خوش اومد، حق با شماست. پس زود خریدامون رو بکنیم که منصور الان میرسه ها. عیب نداره حالا منصور 10 دقیقه وای میسه، سوغاتو ببینه گل از گلش بیشکفه. به جای این حرفا قشنگ چش بندازین ببینین یه چیز خوب میتونیم برای فرشاد و منصور پیدا کنین. خوب لباسای خوب این شکلیه. خب مادر من اگه دنبال یه لباس خوب هستین چرا به بابا میگی؟ خب بگی من انتخاب بکنم براشون دیگه. بابا بالاخره سن سالی ازش گذشت. نه نه نه، منظورم اینه که بالاخره من جوونم، اونام جوونن، من در خور اونها رو میتونم بهتر پیدا بکنم. آره دیگه، سلیقش بهتره، جوونه دیگه. حرف مفت نزن، لباسای تنتون رو من میخرم. راست میگی دیگه مادر، حرف مفت نزن، این واسه شما انتخاب میکنه. بله بله بله، مشخصه اینا، این لباسای تن من، این مالو 10 سال پیشه. 10 سال پیش بالاخره جوان‌تر بودی شما دیگه. راست میگی دیگه، یکم کوچیکم شده دیگه. حالا همینجا میخوایم وایسین بس کنی، به جای این حرفا دیر شد، متفرق بشی. شما از کدوم بر متفرق میشی؟ من از این بر متفرق. منم از این بر متفرق. خب منم از این بر متفرق میشم. بریم. گرفتاری شد ما. خانم هادی، بیرون لطفاً. بیرون لطفاً. بابا چقدر لفتش میدن اینجا. یه نگاه به اینا بندازین خوبه.
اوید خیلی خوبه خیلی خوبه چچی. انشی تو بقید اوید کردی، گفتم یه نگاه به اینا بکن خوبه. تصدقت بشم بعد از 30 سال من سلیقه تو رو میدونم خوبه دیگه. حالا بیرون کردی خانو بابا چی کار میکنی؟ لباس میدوزی یا پرو بکنی بی بیرون کار داریم دیگه بابا جان. بیا دیگه بابا جان دیگه. مامان نصرت چی شد؟ محمود اون چیه؟ محمود مدل موهاتو عوض کردی؟ نه همون جوریه. آره چرا؟ چرا عوض کردی؟ خیلی خوب خیلی خوب دیگه. خواهش من انقدر دیگه شلوغش نکنید. ببخشید فرشاد خانم، اصلا فروشکاری گرفتی تو سر همه دارن با دست ما رو نشون میدن. خب بابا شما اومدید دیگه، چیه من که بگه آقا فرشاد؟ امیده بایی اومدیم که مادر، اومدیم به فدای سرت که اومدیم. حتما ما دادا درو بکنی همه باخبر بشن. عباس آقا شیپورچی خب باخبر شن، چه اشکالی داره؟ دخترم حتما موردی داره که میگیم اومدیم دیگه. خب بگی منم بدونم. ای بابا نمیخواد تو بدونی، همین چیزی که تو نباید بدونی مادر جان. که میبینی مامان، میبینی از اون موقعی که شوهر کرده پررو شده. البته نه ربطی به ازدواجش نداره. نه چرا، داره خیلی. اون موقعی که مجرد بود انقدر سر به زیر بود، از سنگ صدا در میومد، از این صدا در میومد. بله محمود چش پدر. البته من خیلی خوشحالم که دوباره میبینم تو، ولی یه سوالی برای من پیش اومد. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد برگشتین؟ چرا؟ مادر جان ما چرا برگشتیم؟ چی شد؟ محمود جان تو بگو. چی شد؟ چرا؟ تا یه بزرگتر هستش اینجا، من عمرن که لب به سخن بگشایم. نزن آخه. من بگم؟ بفهم بابا. آخه چرا اینقدر شما پاسگاری میکنید شما دو نفر؟ اگه قضیه سریه بگو ما واسه چی اومدیم دیگه. بگو دیگه بانده چطور بگو. آره ما رفتیم ترکیه. چقدر کشور قشنگ. خیلی برد اون تنگه پاسپور، اون بسیار خیلی شهر خوشگل. آقا با وارد شهر شدیم پلیس اومد دست بزن. پلیس؟ خیلی خب ببند اون دهن تو که قضیه رو سری ترش کردی که. اینو بگو مسعود چی گفت؟ چی گفت؟ بگو دیگه بگو. مسعود چی گفت؟ بگو. جونت بالا بیاد. گفت چی جا گذاشتی؟ آقا اصلا من اون چیزی که بهت گفتم توهم بود. هول شدم بهت. آقا ما رسیدیم ترکیه. عجب کشور خوش. اون تنگه پاسپورت، اون مسجد دو. جاتون واقعا خالی بود. آقا ما وارد کش دیدیم. چیه؟ یه چیزی جا گذاشتیم. بودیم باید بلند شیم بریم دوباره ایران، برداریم ببریمش بریمش دوباره ترکیه. البته من خیلی خوشحالم شما رو دوباره میبینم، ولی یه سوالی برای من پیش اومده. شما که یا همه چی رو فروختین یا با خودتون بردین، چی تو جا نمونده؟ آخه نه تصدقت بشم دیگه، ما اون چیز اصلیه رو اینجا جا گذاشتیم، همگی با هم جمع شدیم اومدیم اینجا که اون چیز اصلیه رو برداریم بریم. یادتونه روز حراج نگین یه کارتون یادگاری به زور برداشته بود؟ من مطمئنم تو همون کارتون هست. نه مادر جان اینقدر خواهر شوهر بازی درن به اون بنده خدا چه ربطی داره؟ ما خودمون یه چیزی رو جا گذاشتیم. چرا در خونه مردم میزنیم؟ نه خیر مگه زنگ نیی؟ مگه برق اختراع نشده؟ بله من زنگ بزنم تو بچه چی بزنم؟ نه بزنم بخواهم که برد داخونه برای چی برد بزنم؟ بخواهم من آشنا شدم، من مسعود عشقی هستم از آشناهای این خانواده. من داشتم در زنگ زدم من تو زنگ میزدی نمی اینجا. نه باور کنی من زنگو زدم و فکر کنم برق نیستش که بعد این درو زدم. غریبه هم نیستم من، از آشناهاشونم. شما که نباید عمرو بشناسید. آشنا یکی رو بعد برشونشون هم بر که تو رو بشناسید. خب من از کجا باید اینکه بدونم که منو بشناسید؟ خب نیستن. این دفعه رو میبخشمت، در بخشش لذت است، در انتقام نیست. بله برو بینم. بله حرفتون که درسته، شما برین منم میرم. برین شما برین، نونتون یخ میکنن برای خانواده. نون سرد دلت برای نون من نسوزه، بزن برو اینجا نایش. چشم من میرم. برو تو نزدمت. شما هم برو این برای من ببوس تا ببخشمت به سلامت. بخشش لذت است. بله به سلامت باشه، فقط
البته من فکر میکنم باشن، من بی خودی دارم صحنه رو تعریف میکنم، ولی بگید مسعود اومده بود. نونا هم سرد میشه، خانواده منتظرن، چون من خودم تولید کننده ام میدونم اون سردش به درد نمیخوره. به سلامت. آخه همینجا بود دیگه داستان، نه؟ آره همینجاست. کوچه درختی. هنوزم همینطور پر درختی. ما شما اینجا خاطره دارین؟ آره. درختاش. باریکن. بیا ماما، اینقدر هول میذاری منصورم که نیومده. آخه من نمیدونم اینجا هم شد جای قرار، که میخواین درست فکر کنی؟ میبینی مادر؟ میبینی؟ از اون موقعی که ازدواج کرده اینجوری بلبل زبون شده ها. نه نه، البته ربطی به ازدواجش نداره. نه نه، ربط داره. ایشون موقعی که مجرد بودن از سنگ صدا در میومد، از ایشون صدا در نمیومد. سنگ؟ بله، سنگ. عوض شده راست. خیلی خوب، باشه، اشکالی نداره. اصلا یه کاری میکنیم، زنگ می‌زنیم منصور رو نگیم بیان خونه ما. آفرین، تصدقت بشم. جوجون برای چی بیاد اینجا آواره بشه؟ ورد داره زنش بیاد خونه شما. پس بزن یه زنگ بزن. چشم. گرفتی؟ بده من خودم حرف بزنم. اوه، جوجون خودش رو باید بگید. آخه ما چی شد ما اومدیم؟ هیچی داداش من، ماما اینا یه چیز خیلی 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 مهم و جا گذاشته بودن که برگشتن ببرن، همش هم تقصیر این زن تو نگیره. ببین ماما، ببین از موقعی که ازدواج کرده بلبل زبون شده. نه نه، اتفاقا اصلا ربطی به ازدواجش نداره. چرا بی ربطه؟ چرا ایشون وقتی که مجرد بود صدا از سنگ در می اومد، از ایشون در نمی اومد. در نمی اومد. ضمناً احترام بزرگترت هم داشته باش. منصور جونه به اینجا. جونم بابا. آره گفتی آره. چا؟ او چیه؟ آها، اینا یه وقت خریده برای خونه کردن. نمیدونم تو خیال میکنی من نمیفهمم با این ماشین داری کاسبی میکنی؟ ها؟ مگه این وانته که اینقدر بارش کردی؟ ها؟ من به تو چی بگم؟ مگه من روز اول بهت نگفتم حواست به این ماشین باشه؟ اینجوری ازش مواظبت میکنی؟ حتما باید شافنر بشکنه؟ بده من سویچو بده به من. تو لیاقت این ماشین نهاری. بابا من قول میدم. بده من غلط میکنی قول میدی. قول میدم دیگه، غیر از شخص دیگه سوار ماشین هیچ چی دیگه سوار این ماشین نکن. بیا انصاف وانت انقدر بارش نمیکنه. ببخشید دیگه. من آقا چیه نوستالژی؟ از خودش بپرس چیه. هیچی، یکم کاسبی کردم با ماشین. خب چی آقا، عیب نیست چلو پسر غریبه مردم بچه رو کوچیک میکنه؟ کاری نکرده که یکم کاسبی کرده با ماشین. همین دیگه، انقدر بچه کردی، چهار تا بچه بی تربیت تحویل جامعه دادی. نه هیچم بی تربیت نیست، بچه‌م عیالوار دیگه داره کاسبی میکنه. من چیه مگه؟ شلوغش کردی؟ بده من ببینم. بگی بابا بده به من. بیا بی مدتو بشین، اونام که با ماشین خودشون رفتن. بری بینجا بینجا جانم مادر. این چی؟ این یه مقدار خریده برای خونه کرد. یکم کاسبی کردم با ماشین. آخر کاسبی کرده باشی، کمر ماشین شکوندی، کمر چافنه رو شکوندی. بده من سویچه ببینم. بده من لیاقت تمونه که با منصوره بری. منم با آبات میرم. برو. الو منصور. منصور سلام، کجایی؟ مسعودم. منصوره چرا؟ کجا دیدیش؟ بابا چرا دیدیش؟ نه منصوری ندارم. خب دیدیش دیگه. نه من خون وعید اینا نرفتم. وعید مسافر خورده بود قزوین، رفته بود قزوین، نبود اصلا. آره منم خواهم میکنم، خواهم بگم بیام پیش شما. خب شما کجایی؟ باشه من میام خونه منصوره اینا، فقط زود بیاین ها، چون من زودتر میرسم. باشه خدا خدا.
چرا زنگ نمیزنی؟ من معذرت میخوام، ببخشید شما رو ندیدم. چرا زنگ زدم قربونت برم. میان الان باز میکنن اینجا. جواب ندادن دیگه بیرونن. ببینم تو اینجا چی میخوای؟ آقا چرا امروز همه من گیر میدن داداش؟ اینجا خونه خواهرمه، اومدم سر بزنم. چی میخوام؟ همسر آقا فرشاد؟ بله من برادر همسرشونم. و چرا من تا حالا تو رو این ورا ندیدم؟ آقا من چی کار کنم شما تا حالا منو ندیدید؟ چرا امروز همه من گیر میدن داداش؟ من این نونو بردم برای خونت دیگه داداش. من خارج بودم تازه اومدم، شما برای همین من نمیشناسی؟ به چرخ ببینم بابا امروز گیر دادن به من. بفرمه ببخشید. به قیافت نمیاد خارج بوده باشی. آقا نمیاد به قیافه من، ولی من برای این خونه کار دارم. امروز هم من آقا نونو بردم خوش میشه، من این کارم. این نون دیگه قابل خوردن نیست، اینجوری نگر میدونی دسته. بزن من زنگ بزنم به پلیس سر ده. زنگ بزن پلیس سر ده. آره زنگ بزن منو ببرن خیالم راحت شه. موبایلت بده ببینم. موبایل خودتون نداریم. آقا من خارج بودم، موبایلم همراهم نیستش. قربونت برم. یک بار گفتم به قیافت نمیاد. آقا نمیاد دیگه، زنگ بزن پلیس. موبایل تو بده. موبایل ندارم، من خارج بودم، موبایلم همراهم نیست. پس بیا بریم خونه. از خونه زنگ بزنم. خونه برش آقا. خونه من نمیام. خونه نمیام. دستو بر کن، دستو بر کن خونه. بیا بریم اینجا کافی شاپ بریم. کافی شاپ اونجا زنگ بزن. کافی شاپ سیخی چنده. آقا دست بیا. آقا من خونه نمیام. خونه نمیام. خانی هستن از همسایه‌های خوب ما. آقای آقاخانی ایشون محسود بدرخانی من هستن. بفرما. بله آقای آقاخانی ایشون محسود یکی از داداشای من هستم. دیدیشون؟ ندیده بودم از که تعالی خانم. حالا که دیدین آشان. بله خب خدا روشن. آقای آقاخانی یعنی چی؟ اصلا ایشون دوست شما باید برشتین برشتین. درست تو باید کمه داداشو بزرگترم. احترام ها میگرم. سینه واسه من کمتری نکنم. سینه کمتری میکنی واسه من. واسه کاری با تو ندارم. خیلی خوب. آقا خیلی لطف کردین. آقای آخان ببخشید. این نون بعد درش خونه دیگه. درسته؟ بفرمایید. بفرمایید اونو برسونید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم همسایه‌ها. سلام. سلام. من سلام. منصور جان. سلام. دلم اینقدر شده. آره ماشاءالله خیلی عوض شدی. قربونت برم. بچه‌ها ببرم من ماشینو پارک کنم. من رانندگی می‌کنم. بچه‌ها ببرم بعد من ماشینو پارک کنم. کار شده بود. آره قربونت برم. نمی‌خوام من پارک می‌کنم ماشینو. صدا بزن. صدا تو آوردی بالا. آقا 1 کیلو صدا تو آروم درست بزن. عجب همومی بود. خونش هم خوبه. آره فقط تو هموم عکس نداشتن ها. آره به خاطر همون هموم خوبه. آره این اردشیرنی؟ اه کدوم اردشیر؟ اون خیلی منظمه. آره آره اونم فکر کنم رفیقشه. این کیه؟ این که فرق داره دیگه. من نمیفهمم شما دوتا چرا اینقدر موزی شدین؟ موزی؟ ما؟ نه اینطور نیست. چرا تفره میرین؟ تفره؟ ما و تفره؟ نه اصلا من میخوام بدونم شما چرا از ترکیه برگشته ها؟ چرا اینقدر بابا افسرده شده؟ بابا؟ افسرده؟ نه اینطوری نیست. نه من اینطور فکر میکنم. پیر شده. پیر؟ البته عذر میخوام، من به شخصه فکر میکنم که یه اتفاقی افتاده که البته اصلا اتفاق به من ربطی نداره. نه اون برمیگرده به دوران کودکیش، یاد فوت پدر مادر میفته، پدر مادرش برای همین یه مقدار میزه به هم ناراحت. آقا بر کن این حرفا رو. آره بابا حفظ این حرفا. یه زنگ بزنیم پرویز بزنم. آره عزیزم راه دور. آره عزیزم راه دور. نه میام راه دور. کارت آره. کارت نه نه بحث مالیش مطرح نیست. پولیش بر شما نمیفته داداش. اصلا پولیش بر شما نمیفته. آقا دارم میفته. یادم نمیاد. لبخند دارم. ولش کن داداش بزن. خب اگه پول نمیفته چرا با گوشی منصور زنگ نمیزنی؟ ان شاء الله گوشی منصور شارژ نداره خاموشه. آخ شارژ نداشت که چی شد؟ خب شارژ شده. کجا تو همون نگینه. ببین وجدانن بهش نگی مبرده نه وجدانن نگیش. ماشالله الان نگین سلام چطوری؟
ها؟ تو از کجا فهمیدی؟ بابات؟ ببین باشه حالا میام دنبالت، کاری نداری الان؟ خدا منصور بیشو چرا بهش گفتی؟ مگه نشیدی گفتم باباش، باباش از کجا فهمیده؟ باباش؟ نمیدونم. نمیدونیم. باباش از کجا فهمیده؟ نمیدونم باباش از کجا باید فهمیده باشه؟ باباش. نمیدونم آخه باباش. آقا اصلا ول کنین. آقا لحنتو درست کنین، یه برادر بزرگتر وایساده اینجا غریبه وایساده. یعنی چی من میخوام تلفن بزنم؟ زنگ بزن اصلا چی زمینم تو دخو خودت بچینم. منم جو همسایه هست. باشه خیلی خوب. شماره بده من شماره رو میخونم. باشه. خیلی خوب. تموم شد. بخون. اینه؟ آره. این؟ آره. بگو. 125 125 110 110 192 192 191 191 0912 0912 0936 مطمئنی؟ اینا؟ 0936 شماره رو بگیر. من حفظ نیستم. من حفظم. بگیر. بده من. بزن. تو داشت؟ حفظم. من صحبت میکنم. الو؟ میگه خاموشه. میگه خاموشه. میگه خاموشه. میگه خاموشه. میگه خاموشه. شاید اما پرویزتون خوابن. نمیدونم. آره دیگه وقتی اینجا روزه اونجا حتما نصف شبه. باریکلا. دانش من حرفایی میزنه اونجا فوقش 2-3-4 ساعت اینجا با اینجا فرق دارن. جلوتر یا عقبتره؟ عقبه. نه آقا جلوه. عقبه. آقا جلوه. من دیدم عقب بود. آقا جلوه. آقا من اونجا بودم عقب بود. آقا من دیدم و شنیدم جلوه. عقب بود. آقا جلوه. عقب بود. آقا بلکنه. وای. حالا اونشو ما زیاد در جریان نیستیم. خودشون بیشتر در جریانن. الان یاد ساعت 10 صبح یا 4 بعد از ظهر اونجا. تموم شد رفت. بابا ول کن این حرفا رو داداش من. من دارم فکر میکنم داداش چه خاکی تو سر اون بریزیم داداش. چطوری بهمو پرویز بگی ما رو تو ترکیه پلیس گرفت؟ چطوری بگم ما رو از ترکیه انداختن و بیرون؟ چطوری بگم ما رو دیگه تو ایتالیا راه نمیدن؟ چطوری بگم داریم میریم ایتالیا نمیتونیم؟ بابا من تو جامعه هنری نمیتونم سر رو بیارم برم بلم سر. خودش بگم همینطور خاک بر سر. بابا تو با هزار امید آرزو بلند شدی اومدی اونجا و دست از خود دارم سر بابا من تو جامعه هنری نمیتونم سر رو بیارم برم بلم سر. خودش بگم همینطور خاک بر سر. بابا تو با هزار امید آرزو بلند شدی اومدی اونجا و دست از خود دارم سر گرفتن شو انداخت نشون بیرون خودشون نیومدن. خودش بر سرم. پس حسابی رفت اونجا خرکل کرد اومدی؟ پس گرفتنتون. نه این یه مقدار جبه هاپما پیچیده تو مخش. مخش یه مقدار ارور میزنه. آره خواهر من چرا حرف در میاری؟ خواهر من چرا حرف در میاری؟ کیو گرفتن؟ کیو بردن؟ کی رو بردن؟ چه حرفیه؟ چرا شرط بردن داری میگی؟ خواهی شرط بردن تا گفتی دیگه؟ همه شو فهمیدم. اوه خاک بر سرم شد. بدبخت شو آقا. منصور چرا داد میزنی؟ همسایه ها میفهمن اینا رو گرفتن. وای بابا اینا. اگه به بابا نگفتم. بابا که اومد منم دیگه رفتنی هم برم به نگین اینا سر بزنم. بسا بیا تو. من الان حالیش میکنم. محمود بیا بینو کار نهارم. بیا بینو کار نهارم. تو دروغ میگی؟ تو میخوای منو بزنی؟ من کی به تو دروغ گفتم؟ کی دست رود بلند کردم؟ بیا بینو دیگه. بابا اتفاقا دستش بلند کن. اتفاقا یه گوشمالی مشتی بهش بده. چرا همه چی رو گفت؟ گفتش که ما اونجا بدبخت شدیم. گفتش که ما کنسرو خوردی بیوش شدیم. گفتش که پلیس ما رو گرفت. گفتش که ما قزن قاشق اعضای بدن. آره همه شما گفتی. همه چی رو گفت؟ دست تو خونده. من حتی اون حدودش هم نبودم. چرا گفتی؟ همه چی رو گفتی؟ حدودش رو ولی گفت. حدودش رو باور کن. ما گفت من از داشتن اولاده این مثل شما واقعا دارم کیف میکنم. سلامت بشه خدمت. بیشورا زلیل نشی تو جوجون. نصرت به جای اینو بشیم فکر بکن ببین چه خاکی ما به سرمون بریزیم. من میگم که همه با هم بریم سفارت ایتالیا اونجوری پرتجو کنیم. باریکلا حرف قشنگی زد. منم همینو میخواستم بگم. همین میخواستی بگی؟ بله. بعد اونجا چیکار کنیم؟ سوال میکنم دیگه. سوال میپرسم. میخواستی بری چه پرتجویی بکنی؟ نه مگه همینو نمیخواستی بگی؟ چه پرتجویی میخواستی بکنی؟ آقا دارم سوال میپرسم. میخواستی چه پرتجویی بکنی؟ خب بذار بگم دیگه. خب میری پرتجو میکنی. مسعود. گفتم. گفتی. حالا من میخوام بگم. فردا هممون با هم میریم سفارت ایتالیا. چش پدر. نمیدونم
نمیدونم یه سوال پرسه انقدر معطلی داره. چی میگن اینا؟ تو هم شدی محمود انقدر هولی. مادر خب بالاخره تا یه خارجی رو عالی بکنه یه دو ساعتی وقت میبره یا نه؟ ولی مامان میگم کاش که این فرشاده رو میفرستادی میرفت باهاشون حرف میزد. والا اومدن اومدن. برو برو. چی شد؟ چی شد آقا جون؟ چی شد نصرت؟ پیداش کردم؟ نه. ای داده بیداد. آره. چیکار کنم؟ شد فردا خبر بدم. آقا جون مگه اینا میدونن اونا کجا هم؟ عزیز من بالاخره این پرویزه شهروند اونجاست. حتما یه آدرسی ازش دارن. آره دیگه. پشوت من شماره تو رو دادم و در دستاس باشه گوشی در دستاس خارج نکنیم. آقا شماره من رو چرا دادی آخه؟ من شماره کیو میدادم؟ شماره خواهر آبش میدادی؟ آه چه؟ خب بابا خب دقیقا من اعصاب ندارم. من منظورم که من ایتالیایی بلد نیستم اگه اینا زنگ میزنم. داداش خب از اون اول به هم بگو. ببخشید منظوری نداشت داداش. گریه نداری که من ایتالیایی بلد نیستم؟ نداره مادر جا فدا سرت بلدی چه کاری نداره که تو گوش بکن هر وقت بهت گفتم برو دو میگه سی سی چاقو چاقو همین سی سی چاقو چاقو همون چی میگی تو این سی 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 چاقو چاقو چیه؟ عزیز من اون سفارتی که من دیدم کارمند ایرونی هم داشت. اره فارسی بلدن؟ بله. خیلی خوب دیگه بابا جا پس فارسی بلدن. فارسی که بلدی حرف بزن. سی سی. آفرین آرا افتادی یا خب آفرین. آفرین بریم دیگه بریم. خیلی خوب. نصرت. چی شد؟ موبایل پرویز خاموشه؟ آره میگم ایسی ها من دلم شور میزنه نکنه پرویز اونجا مرده باشه نه بابا جان زبونتو گاز بگیر چرا نفوس بد میزنی نشیده نزد چی گفت؟ خب. گفت این فصل که میشه بارو بنده رو جمع میکنن برای پیکنیک میرن کوههای آلپ اسکی اون بالا هم که آنتن نمیده خاموش میکنن دی آره یعنی تو این فصل دارن رو کلوخ اسکی سواری میکنن ایسی داری حرف میزنی یا کوه آلپ همیشه برف داره بابا جون نه سجو خودش میگفت که میرن کوه آلپ تموم شد رفت و برم برم بفرما لطفا مجددا شماره گیری نفرمایید ای داد بر من انسی بکرشو میکردی اون دکون نازنینو خونه رو بفروشیم آخرش هم از اینجا سر در میاریم محمود جان، مسعود جان، پاشت از خارج اومدیم براتون کله پاچه خریدم بانون سنگک، زبون بناگوش، پاچه و دوتا گوش کله پاچه میخوام چی کار کنم صبح کله صبح اصلا ما حالمون بده زندگیمون رو حواس باشه آقا کله پاچه به چه کارمون بیاد همسایه بابا این خوشحاله ها من نشم خواب دیدم داداش خواب خوب خوش من شادمون میکنه بخوابید چطوری میخوایی خوابمو برگردونی بلایی بود به زندگی ما اومد آخو محمود جان بخواب نون سنگر کله و پاچه بخواب خوابمو برگردون باشه بخواب فقط خواستم خریدم هم بخوابیم این سرصدا چیه را انداختید شما؟ آقا جون آقا جون صبحتون بخیر صبح شما آقا جون کله پاچه خریدم بانون سنگک دست درد نکنه قربون شما گفتی چی خریدم؟ کله و پاچه نون سنگک ببینم از سفارتخونه زنگ نزدن؟ سفارت آقا جون الان 8 صبح Oh,
مادر. گوله گوله مادر جان. مادر مادر کله پاچه گرفتم با نون سنگک سنتی سنتی همونی که همیشه میگفتین شما. اونه که میدونم که از سفارت زنگ نزدم. سفارت؟ نه مادر الان 8 صبحه. خب مادر جان اینجا 8 صبحه اونجا 10 صبحه دی. نه دیگه من قبلا گفتم ما یه اختلاف ساعتی داریم الان اونجا 4 صبحه. باشه سفارت تو ایرانه. اوه اوت. اوت. نه نه هیچی من به مادر گفتم که الان اونجا 4 صبحه ولی اشتباه کردم اونجا الان مثلا باید احتمالاً 6 صبح یا 5 نیم صبح باشه ولی به هر حال درست گفتم که اونا خوابن چون خوابن اما سفارت تو ایرانه میدونی بس دیگه سرمو خوردی تو مگه نمیدونی من صبحت تا زور بخوابم تو مگه نمیدونی من خوابم به پارتی که خواب نمیبره کله پاچه گرفتم والله بابا 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 بگیری بخوابی بدم بابا 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 ماما نگاه کن خود زندگیمو به هم ریختن جمعشون کن دیگه جمع میکنم دارم جمع میکنم که نمیبینی مگه الو سلام بابا چطوری؟ صبح شما بخیر خوبم مامان چطوره؟ سمیه خوبه؟ بابا جات خالی کله پاچه گرفتم با نون سنگک ای شما هم کله پاچه داشتی با نون سنگک؟ باش حالا من زنگ میزنم به تو باش الان کار داریم خدا خدافز خدافز ارشاد خان خواهشن اون تیرونه اشخال نکنه آقای کله پاچه با نون سنگک میشه 2 دقیقه اون تلفن تو خاموشش بکنی کسی زنگ نزنه ما منتظر تلفنی آی کیو قرار زنگ بزنم به موبایل فرشاد خاموش کنه قرار زنگ بزنم به موبایل فرشاد از دست شما دوتا من سرسام گرفتم سب کن ببینم اینا حواس پرتی دارن یادشون رفته زنگ بزنم مادر تو زنگ بزن نه چرا گفتن خودمون زنگ میزنن خب خودشون زنگ میزنن دیگه دیگه خودش از سفارت بگی ببین چی بگی بگی الو جونم ایران جان خیلی خب بذار تو انبار بذار 4 تیکه آرد زنگ زدی من سر حسابی بذار تو انبار آرد تو من بیام 2 دقیقه در مغازه همه چی به هم میریزه نه خیر نون نمیخواد بفرستی کله پاچه گرفتم با نون سنگک خیلی خب خدافظ چی شد؟ کاری بود چقدر کاری بله بفهمم بله خودم هستم بفهمید چی؟ از کجا فهمیدی؟ سفارت ایتالیا است برو بابا ما چی کار کنیم؟ تقصیر این بنده خدا چیه؟ تقصیر ما چیه؟ برو الان جلوشو بگیرم پاورنه بالا بشه میاد بیرو آب رئیستون رو میبره خودت پاورنی؟ بابا ما چی کار به من داری؟ تو خودت هم پاورنه میری من آبرومونو میبره تکیرم چیه؟ بابا شما اصلا اجازه نمیدیم ما حرف بزنیم بابا ببین ما میخواییم با آرامش یعنی با خفه شو من نمیفهمم از دست شما دوتا من چی کار باید بکنم؟ هر چی میکشم از دست شما دوتا هست حالا بذار بیایم تو الان اینجا داغه نمیتونیم وایسیم داغه؟ بله داغه خیلی حالا کجاشو دیدی؟ تازه اولشه از این داغترم میشه بسوزی تا بفهمین من چقدر سوختم من هر چی داشتم به خاطر شما به باد دادم از دست دادم بدبختا بیچارا چی آقا چی شده صداتو کشیده به سره؟ بابا ما چی کار کنیم من نمیدونم آقا شما آروم باشید من خودم میارم چون تو همسایه های اینات ناجور راست میگه دیگه بابا آبرومونو بردیم بس کن آقا صدا تو کشیری میسرد ببریم تو چی رو بس کن خانوم اگه این دوتا به ما گیر نمیدادن ما خارج نمیرفتیم که الان این بلا به سرمون نمیمن بابا حالا مگه چی شده یا بچه ما تازه میگه چی شده بابا پرویز کل زندگی ما رو خورد و رفت بابا به من چه اما پرویز پول شما رو برده؟ بله رفیق 40 ساله شما بوده پدر من رفیق 40 ساله کون رفیق 40 ساله جیگرت در بیا چی چوی پر زده پر بزنی بابا اینقدر به خودت فشار نیاری حالت بد میشه
شدی اومدی چی پوشیدی آخ؟ بابا مادر خودش هم با پیجاما پای برهنه اومده. درست میگه دیگه. برو یه دمپایی جورو که آبرمونو بردی. اون هرچی باشه من امینه بابا. چهار نفر آدم میبینن میرن چقدر مریضشون براشون مهمه پا برهنه اومدن بیمارستو. میگن اصلا حالش خوب نیست. خب چرا؟ چی شده؟ چی شده؟ میگن بند نافت رو گردنش پیچ خورده. وای بند نافت که پیچی داره گردنش. آخا یعنی چی؟ من که چیزی ندیدم که. چرا دیگه بند نافت یا از داخل میاد بیرون لابد دیگه؟ یعنی چی از داخل برخه؟ باید یه چیز آویزون شده باشه یا نه؟ یه دقیقه وایسید ببینم. آخا اصلا شما کیو میگی؟ بچه‌مو میگم، بچه‌م. بفرمایید. رفع شده. آره. یه شوک عصبی بود. بله. حالا هم یه سری عکس آزمایش براش دادیم. بعد منتظر بشیم جوابشو ببینیم. خیلی خوب. پس من برم تو دیگه من نه خانم محترم یک کم صبر کنی. 3-4 ساعت صبر کنی چشم. عذر میخوام. قربان من بچه وسطشم معروف به امین بابا. بله. اگر لطف بفرمایید این موبایل شما ببرید داخل یه عکس ازش بگیرید. هم یادگاری باشه، هم اینکه وضعیت داشته باشیم تو دستمون. وضعیت کارا چیه میکنی؟ 3-4 ساعت صبر کنی کاراشو انجام بدن بعد میتونی ببینینش. بله منصوره. الو کجایی؟ بله بابا فکر کرده ما بیمارستانیم. چی شده؟ مرده؟ یک فکر کرده سبوتو گرد بکیزو بسیم بیمارستان. باشه اومدم فقط کدوم بیمارستانی؟ منصور جان میگم همین که بابا سالمه جای شکرش باقیه. حالا پول رفت که رفت فدای سرتون قصه خوردن نداره که. باریکلا راست میگه. شما بقید ناراحت نباشین. فوق فوقش میرید تولید فانتزی فرشاد با میسی کار میکنین. آسمون که به زمین نمیاد. اصلا خارج رفتن به شما نیومده. باریکلا البته اونم رو حق داره. راست میگه. خیلی قصه نخوریم. شربت بخوریم بعد بیمارستان میچسبه. بعد اون موقع خوبه. اگه بابا این چند قلم جنس رو برای جهیزیه منصور رو نگرفته بود الان چندر قاس پول تجیبه اون بود. ای داداش.
میخواستید اون موقع که نشستین زیر پاش بریم خارج بریم خارج تا عمو پرویز اومد دوبار علارو علارو کرد جبگیر نشین بریم خارج بریم خارج چیه حالا تو نمیری خارج حالا تو نمیری خارج داریم میتری که از حسودی آره آره وای محمود ذلیل نشی ان شاء الله مادر دیوونین انداختین گوشه تخت بیمارستان بس که به هم لیچار میگی مادر چه منگلوم چیزی پایین نمیده مادر شربتش عالیه اونک هست بله مادر من یه فکری دارم بریم کلانتری شکایت کنیم ها چرا نمیریم کلانتری شکایت کنیم فکر کرده آخه بیشور پلیس اینجا چه ربطی به پلیس اونجا داره باریکلا مادر این محمود راست میگه از وقتی که ازدواج کرده خیلی عوض شده البته ربطی به ازدواجش نداره چرا بی ربط چرا نه ربطون اون موقعی که مجرد بودن از سنگ صدا در میومد ولی از ایشون نه درسته مادر راست بگیم در نمیومد درسته داداش اوه فهمیدم چی بریم پلیس بین الملل اینترپول باریکلا پول نه اینترپول درپول اینترپول اینترپول بله اینترپول بله بله اینترپول نه 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 من که اصلا حال و حوصله خارج و این چیزا رو ندارم یه بار رفتم واسه هفت رو هفت پشتم بس منم ترکیه برای هفت پشتم بس بود من برم پایین دوتا رو بشورم دیگه یاد بگیر ببین تو شوهر کرده اینم شوهر کرده مرام و معرفت خانوادهش رو یادش نرفته داداش داداش این زنگ گرفته باشه بالاخره از خونه اومده بیرون دیگه از کدوم خونه داداش از خونه همین خونه که خونه که داشتی خونه که همسایه ها آخه همسایه دیگه گری دیگه همسایه نداره که پیاده شد دیگه آخرشو دیده بودی اساسو دیدی؟ تو چند روزه دیدی؟ دو روزه مادر این بر سلام مادر علیکه سلام چیه مادر جان اینا قشونو سرباز کنن جوری من صف کشیدی مگه میخوام برم سینما یه تو که با آقا فرشاد میخوایم جلدی بریم پلیس اپولی جلدی برگردیم اینترپول مادر همون پول من بگم میام ها چون پیشنهاد این فرشاد بوده لازم نکرده کجا من میخوام بیام یه میشه منصور هم میشه منصور همراه ما باشه ها جهنم دیدی بیا تو سر دیدی یه بریم پشت نه میگم که یه من میگم یه مرد همراهتون یه مرد همراهتون نباشه بله خیلی مهم دیگه مرسی جا نه ببین یه شما فرشاد هستم فرشاد زمانی جنس عشقی بود راست میگه باید عشقی باشه بیا بود یه تا هم چیزی سوال شده برات؟ نه به هر حال مادر من باید بیام بالاخره از قدیمی گفتن هرچی شاهد بیش رأیش بیشتر بالاخره من فرهنگی این جامعه هم تئاتری هم یه دوری اونجا بازی میکنم که همه اونا رو تحت تاثیر خودم قرار بدم خدا به خاک و خون بکشم چه سمپاتیک درف نزن از تو میدونی ما اونجا چی کشیدیم چی به سر بودم آخ ایوت احسنت بیا خب دیگه مادر دیگه تو هم بیادی احسنت باریکلا پس بفهم اضافه اینجا منم خوش اومدی. ببخشید اتاق من در حال تعمیره. مجبور شدم که برم اتاق کنفرانس. در خدمتتون هستم بفرمایید.
با عرض سلام خدمت جناب سروان عزیز و مادر عزیزم و با اجازه از برادر بزرگم که به خاطر پاری بدون هیچ هماهنگی تماس گرفتن و گفتن ما داریم میایم ایران. چی مادر جان یه او زنگ زد اومد. مادر جان تو هنوز اصلا نگفتی به فرعش رسیدی، خلاصش رو میگی؟ نه باریکلا. وای من چقدر حولم. لطفا بیرین سر اصل مطلب، اینقدر تو حاشیه نرید. بله اما چیچو چیچو؟ نه این چرا من بهش میگم بهش میگن جوزپه. بعد نهضت خانوم هم که بهش میگفتن جولی، منتها نهضت خانوم بهش میگفت پرپر، که الهی پرپر بزنه انشاءالله. تکی بگوان من؟ بله بله اینجا که پارک نیست خوبان سر ماشین رو شما کجه ببینید بفرمید خوبه دیگه آمالی یه ذره سرش بیره قشنگ آن نقربان چه خلوت ماشین من دارم پولیس میرم آقای مرتدم بفرمید بریم آقا من دارم میرم اداره پولیس من خودم با اداره پولیس کار دارم من بنویسم عزیزم من با پولیس کار دارم بفرمید بریم خواهش میکنم بفرمید بس اینقدر با هم دیگه بس نکنین جلوی پلیس اصلا نمیخوام توضیح بدید. برین تموم حرفاتون رو بنویسین روی کاغذ بدین به من. جناب فرمان بنده میتونم بنویسم؟ بله شما میتونید. منم بنویسم. من ننویسم، بدم دخترم بنویسه. راحت باشید. جناب سوام منم میتونم بنویسم؟ شما بفرمایید. عذر میخوام جناب سوام خوندم. هنریم بنویسم. ای دل غافل. شما هم بنویسید. البته بنده کامپیوتر خوندم ولی الان من فانتزی تولید میکنم. عضو اتحادیه هم هستم. جناب سروان ببخشید من یه سوال داشتم بپرسم. بفرمایید. ببخشید این قوچ به این عظمتی این چجوری اومده اینجا؟ اینو میگین؟ بله بله این داستان داره. این قوچ مربوط میشه به یکی از پرونده های بین‌المللی مواد مخدر. عذر میخوام جناب سروان، یعنی که این قوچ هم معتاد بودن، یعنی که داشتن؟ نه خیر، قاچاقچیان مواد مخدر توش مواد جاسازی کرده بودن که ما هم گرفتیم که الان هم اینجاست. پس یعنی الان پاک هم درسته؟ پاک پاک. اوه ایفت ایفت. الو سلام بفرمایی. کیه؟ بله بله خودم هستم. بابا بیمارستانه یه دقیقه صبر کن. بله بله چشم الان میام خدا حافظ شما. هیچی نشده آقا جونو مردم بخش بخشه بعد بیمارستان مادر جان بپیش بم همون بخش که آقا جونو بردن خواستم بگم چیه تنگ شده؟ نه خانوم پس حتما گشاد شده. چی گشاد شده؟ دریچه چی؟ قلب نه خانوم نگران نباشین. در بگید دیگه آقای دکتر. میخواستم بگم هوای تهران برای سمه، بهتره یه فکری به حالش بکنی. یعنی چی؟ بمونه خونه پیش من؟ به خاطر آلودگی هوا از خونه خارج نشه بهتره، یا لااقل مرکز شهر نبرینش. یعنی تهران همون این چه بهتر؟
دو روز اینجا بستریه، بعدش هم مرخصش میکنیم میره. دست شما در نکنه. نگران نباشین. خیلی ممنون. دست شما در نکنه. زنده باشید ان شاء الله. آقای دکتر سسیو خارتون دارم. خواهش می‌کنم. ببخشید. شما برو، شما برو، من هستم. برو به سلام. انجی. بله، بله. ها. چی؟ خوبی؟ خوبی؟ چی می‌خوای؟ مصمصک رو برده ببینم چی میگی؟ چی؟ اینجا میشه ببینم ات. ها چیه؟ ببین حالت خوبه؟ دکتر خوبی؟ میگم انسی این دکتره چی میگفت؟ چی؟ میگو خاله من وخیمه؟ نه بابا جان بجان چرا؟ نه بجان خودم دارم بهت میگم گوازن چرا این آوردین بیمارستان به این خوبی بود میبردینش پارک بسه اونجا برای خوش فوتبال بازی میکرد داری چا خام میکنی؟ به جان خودم دارم میگم نصره نه گو قسم نه خور بی خودی به من گفت همش با تو اتاق باشه نه گو هوای تهران خوب نیست اینو گفت ببین ایسی بی خیالی ایتالیا بشین دیگه به این هوا میخواد دوباره من بکشون ایتالیا اونجا آواره سرگردان بشم به خاطر اینکه آب هوای اونجا خوبه نه نه من میخوام همین همینجا ببونم همینجا ببونم همینجا بابا جان کی گفت حالا بریم ایتالیا گفت خارج تهران شمالی اطراف تهرانی اطراف تهرانی همین شربت بخوا حال جا بیان منم قصه نخور همه چی درست میشه چی رو درست میشه حالا که همه زندگیمونو دادیم به باد دیگه نه خونه‌ای نه زندگی نه سنگکی چی رو درست میشه آخه اوه ماما فوقش میگه مسعود و محمود و منصور همه برن تولیدی فانتزی فرشاد کار کنن آسمون که به زمین نمیاد اینو دفعه قبلم تکرار کردی داداشاتو ناراحت کردی خب دیگه تکرار نکن دیگه مادر جان دیگه تو فرض کن آدم نون بگیر بشه اونم از دست داماد اونم نون فاندزی که اینجا میمونه ترش میکنه آدم نه نون فقط سنتی تصدقت بشم ایشالله میگم خودمونی ما دلت براش تنگ شده مگه نه بگو به کسی نمیگم خجالت نکش حرف نزن بذار پایین بعد فردا دنبال کاراش چی؟ میخوای تنهایی به ایتالیا؟ آی منصوره تو چرا اینقدر خنگی آخه؟ میگم عکسو بعد بردارم فردا ببرم اداره پلی. مامان، ای پلی چیه؟ پلیس اینترپل. چند بار بنویس بذار ملکه ذهنت بشه. همون پل. نباید پشت گوش بندازیم، باید پیگیر باشی. آفرین مامان. قیچ نکن. قیچ میمونی ها. برو. برو. چشم. نصرت عشقی بله بله شوهر من هستن نصرت عشقی بله بله پدر خانم بنده هستن آقای نصرت عشقی داماد من هستن مادر خانم بنده امروز گزارش شکایتتون به دست من رسید خب باریکلا آخرین خبری که از خانواده پرویز به دست من رسیده که دو تا از پسرهاش تو زندانه زندان؟ همین جولیو جینو؟ جلی جلال خودمون آره کلا پر بزنه ایشالله این موقع مهندس اونجا تو شرکت آقایی میکنن که اینا مادر تقصیر خودتون دیگه زود باورین هر کی هرچی میگه باور میکنید یه زود باور که هستیم ساده که هستیم ما بزرگوارید برای چی زندان گویا 120 هزار یورو بدهکاری بالا آوردن تا این پول رو هم نپردازن از زندان بیرون نمیان
در ضمن پرویز و خانوادهش ترک خاک خوردن تا یک ماه دیگه باید از خاک ایتالیا رو ترک کنن. این ایران میان دیگه، ایران کلا میان ایران. چه گلی برات آوردم، قشنگ، البته گران هست ولی بوی خوبی داره. جان من حس کن آقا نصرت تا بفهمی که چی گلیه جان تو. دست در نکن آقا زن. پدر قربانت برم، قربانت برم. یه تونگی، یه لیوانی، چیزی با ما بده، ما اینو بندازیم توش که خوش. یالا سلام علیکم. سلام. شما چی داری؟ حالا جان من اجازه بده. چطوری پاشا؟ اجازه بده من برم. خوبی تو خوبی؟ سلام علیکم. سلام. این دو تا خوردن اینجی. چه خبر؟ ایچی، خبرهای خوش. آقا فرشاد بردم این اداره پلیس چیه؟ پلیس بین الملل، اینترپل. همون پل، قرار اینجا به اونجا، پل به اونجا پل بزنن تا یک ماه دیگه اینا رو دستگیر کنن بردارن بیارن. ای ولوزم، من داغونه پلیس اینترپل هم. حالانم برگشت، دیگه بهتر از این نمیشه. مرجان، چه خبرتون ساکت؟ سلوان پاکت. سلام آقای دکتر، آقای دکتر، نمیشه. راست میگه نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ من نگفتم هیجان براش خوب نیست. نه آقای دکتر، خبر خوشحالی دادیم بهش. چه فرقی میکنه؟ خبر خوب یا بد بالاخره هیجان زدهش میکنه. بله. مریضتونم مرخصه. میکنم هوای بد، میکنم هوای بد براش اثر خوب نیست. آره زار برمی شد. این خبری که تو دادی اینجا خب معلوم حالم خوبه خوبه. بریم. دیدی ماما؟ خب دیگه بسته چیه شد. برو من چی کارش داری بچه ما؟ برم بابا غصه نخوری یا؟ من محمود منصور بیشور این کوه بالا سرتیم پشت سرتیم در واقع ای تصدقت بشم ایشیال بسه نخو مادر به قربونت بری بردار بزرگتر نشسته. من دارم با بابا حرف میزنم. واسه فضای دیگه. من نمیفهمم ادعای خود بزرگ کم کوچیک بینه این از کجا میاد؟ حرفتو بزن تو فضا مرتضی. چشم. بله پدر. ما مثل کوه پشت سرت. چیه؟ من که من الان گفتم داداش فضای جدید. پدر بازی دیگه تموم شد. ما تا آخرش هستیم. دوباره شروع میکنیم. قول میدیم. آره پدر جون ما تا آخرش هستیم. تصدق بشه انشاء چی میزنی بابا؟ این آتشخالا چیه میزنی با سرت؟ سرت این سیم خاردار شده. راست میگه دیگه مادر، دیگه راست میگه. این شالی زار گردی سری کرد بردا مواد میریزه. یه بار اومدیم و خوشتیب بگردیم. چیه؟ خودتو جمع کن. برادر بزرگتره داره میزنی؟ برادر بزرگ هستی که باش. خب چرا خودتو لوس میکنی؟ عزیزم ما هیچی نداره. خب هیچی نداره که نداره. بس کن. خب خودتو لوس نکن. ولی بابا محمود راست میگه ها. چه اشکالی داره؟ خب دوباره از صفر شروع میکنید. این فرق میتو تولیدی فانتزی فرشاد کار میکنید. همه داره همین. یعنی بابا بره پیش آقا فرشاد کار کنه؟ یعنی بابا بره پیش آقا فرشاد؟ آره؟ پشو برو جلو چشم نباش. پشو! صلح و ثبات در منطقه است اما این مسئله و تمامی نمایشون نباید باشو چشم باشو چرخی بزنی باشو 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 ببرش بیرون یه دور بزن جون باشو. آره جون باید به بابا کمک کنی. بله بابا خیلی از کار افتاده شده. هم یعنی نه پیر شده که اصلا نمیتونه تکون بخوره. آره
نه عزیزم، نه قربونت برم، اصلا حواست نیست. بابا این همه سال زحمت کشیده، این همه سال تلاش کرده، یه خونه زندگی جمع کرده، الان وقت استراحتش. آره آره، یارش بخیر. یادت 4-5 سالمون بود، تابستون ما رو وهمی داشت میبود نونوایی از اون بیگاری میکشید، دسته کوچولو، چونه های کوچولو. وای چه ربطی داره محمود جان، چه ربطی داره؟ من میگم باید یه زندگی آروم و بی دغدغه داشته باشه، چه ربطی به کودکی ما؟ گرفتم، ببخشید. این داداش من یه فکری دارم، فکر توپ. گوش کن ببین چی میگم. امروز رفتم استانداری، طرمو بهشون دادم، فرمشم پر کردم. خب اگه با طرم موافقت بکنن، نمیدونم، من این جلسه ملسه ها بذارم، موافقت بکنن 500 میلیون تحصیلات میدن. وای 500 میلیون چقدر حوله. طاهر یادته؟ طاهر، طاهر با همین 500 میلیون تحصیلات رفته که کشاورزی را انداخت اطراف همدان. بابا داداش تو چرا اینقدر کوته فکری؟ چرا اینقدر کجندیشی؟ تو بلند بینی؟ تو فکر بلندت چیه؟ آره آره، من فکرم بلنده، من بلند فکر میکنم. آقا من اگه 500 میلیون تام پول داشتم، بلند میشدم میرفتم تو دل کویر سالن تئاتر میزدم، دو روزه پول 4 تا نونوایی در میآوردم. تو 500 میلیون تام پول میتونستی بگیری، بعد بلند میشی میری توی شرکت، تو اون شرکت فرم استخدام پر میکنی. خیلی کوتاه، خیلی کش خیالی، خود بزرگ کم کوچیک بین. بلند شو بیا بابا، بلند شو. بفرمایید. جناب خدمت خود جناب رئیس برسیم، مزاحم کارمندای دیگه نشیم، خود دستور بده ما بریم. هر کاری یه مسئولی داره، مسئول اون رو به رو دفتر برنامه‌ریزی بود. آره پر اول من برم؟ نه من بزرگتر و عزیزم، مهندسی من. آه اینجا هم که چی؟ هیچی چیه، دای خود بزرگ کم کوچیک بینید. قربان سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. ساکن دماوند هستین؟ نه. بله. نه؟ بله بله، یعنی که نه، یعنی که ببینید پدر در دماوند متولد شدن. در حدود سن چند ساله بودن مهندس؟ 16 سال دقیقشم. بله بله 16 سالگی، چون مهندس پسر بزرگ پدر هست. سلامت باشی شما. من بچه وسطشم. بزرگوار شما. خواهش می‌کنم. تو سن 15 من که عمرن تن که عمرن تهران و در تهران سکنا گزیدن. سلامت باشی. بله همینطوره. درست مهندس. خب این طرح شما در کارگروه اشتغال تصویب و به بانک عامل معرفی میشه که بعد از بررسی انجام شده تحصیلات بهتون تعلق میگیره. تموم شد رفت. البته شما فرض کن که برای برادر خودت داره یه کار خیر انجام میده، خدا خیرت بده. بله. آقا جون دست من نیست که. آقا پس دست کیه؟ واقعا چون دست اون آقام نبود، ما رفتیم گفتن دست من نیست، دست شماست. الان دارم میبینم شما هم که اصلا دستتون نیست. قانون میگه تحصیلات میگیره که ساکن دماوند باشه. آها ببینید قربان، شما قبول بفرمایید، ما میریم خونه دماوند که هیچی، نوک دماوند خونه میسازیم. بله اونجا ساکن میشیم. موافقت ما مشروط برای اینه که شما ساکن اونجا باشید. تمومه دیگه قربان. شما قبول بفرمایید ما همین فردا دماوندیم. صبح زود، حالا نهایتا تا ظهر. الان همین آقای مهندس برادر بنده. خیلی متشکرم. ایشون فوق‌لیسانس کشاورزی دارن. سلامت شما روزگار. پدر بنده هر روز داره به ایشون میگه آقا شما تهران چیکار دارین میکنین؟ میخواید زمین شخ بزنید که شخ بزنید که چی؟ تو گوشش نمیره دیگه، میره نمیفهمه. بچه هست، هنوز کودک درونش داره فعالیت میکنه. ایشور من که خودم گفتم بریم دماوند. ببینید آقا ما اصلا باید بریم دماوند، بخاطر اینکه پدر من دست چی شد؟ پدر من اصلا هوای تهران براش سم هستش، اصلا بره. خودمون باید بریم دماوند و خواهیم رفت. بله باشه، من گزارشمو کامل میکنم میدم بالا. پس میرین دماوند دیگه. بله بله تموم شد رفت. We'll be right back.
عید بزرگ سعید فطر، عید بشارت و سعادت بر تمامی من مبارک. مؤسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده. سنچا نوشیدنی گیاهی آرامش و خلاقیت، افسانه ای از سرزمین آفتاب ژاپن. مواد تشکیل دهنده این غذا ویتامین ها هستند. ویتامین های نظیر آ، ب5، ای و اچ. و حالا غذای کامل شما شامپو مولتی ویتای گل رنگ. از گرم بودن آب همون مطمئن شین و موهاتون رو به یه وعده غذایی کامل دعوت کنید. شامپو مولتی ویتای گل رنگ، غذای کامل مو گل رنگ. هرچی بود همین بود. بچه ها بعد 40 سال برم دماوند چیکار کنم؟ بیشه من زیر اون گذره، اونجا نباشم میمیرم. بیا آقا بیا دوانیم. آره بیه. من تا تو رو دارم نمیرم. 120 سال زنده باشی ایشالله. بیه بخور. بیا اینم آب بیه. با پارچ عادت داری بخوری دیگه. و عزیز من دیگه به خاطر آلودگی هوا نمیتونی بری مرکز شهر، نه این ور شهر نه اون ور شهر، دیگه موندن اینجا به چه درد میخور؟ بریم دیگه. تو هم حرفایی میزنه سیا. چیه بد میگم؟ نه خیلی خوب داری میگی، ولی اگه ما بریم و این هم مدت شما اصرار داشتید من برم بیرون از شهر کار کنم. حالا که خودم میخوام برم بیرون از شهر کار کنم، شما مخالفت میکنی؟ عزیز من قربونت برم، من کی مخالفت کردم؟ راست میگه پدر من، این رفته وامو گرفته، جا رو دیده، همه کارا رو کرده، بعد اون وقت شما میگی الانش هم من بهت میگم برو، انشالله که هر جا میری به آرزوات برسی، موفق باشی. تو تنها نیستی، تنها نیستید، ماشالله دو نفر جوون با شعور با فکر تحصیل کرده. بدون شما با ما همه این کار رو کردم که دوره هم باشیم، ما یه خانواده ایم، همه باید با هم باشیم. راست میگی پدر من، ما همه همون با همیم. بلنشیم اونجا بریم تنهایی چیکار؟ آره عزیزم، این درد ماست که وابسته ایم. آره ما خانواده وابسته ایم. منصور جان مثل که متوجه نشده اصلا من چی گفتم. نه من دارم بهت میگم ما در تحصیلات گرفتیم. جی خواهر من، ما بلنشیم بریم پیش آقا فرشاد. من شده کارگری بکنم، عملگی بکنم، ولی نمیرم زیر دستت. اونم فانتزی. خب راست میگن دیگه منصوره، چرا یه طرحهای عجب و غریب میدی؟ ما نمیتونیم اینجا بریم دماوند. چرا نمیتونیم بریم دماوند؟ ببخشید، برای اینکه ما زندگی خودمونو داریم، اونا زندگی خودشونو. بعدم بهت میگم. خب شد بابا راضی شد ها. داداش داداش چیه؟ میگم کلن اگر من مخوشو نزده بودم حالا مندگار بودیم.
خب اگر بار گران بودی رفت، اگر نامه گیره نکن، پشت سر مصابه شگون نداره. همه چی تموم شد؟ بله بابا. بذار مادر، بذار. خوبتر شد پسرم. جناب آجا پیگیر این پرویز باشی یا؟ رو چشم. من باید پولام از این بگیرم، برگردم به اصل خودم. ایشالله آجا، ایشالله. بلای خیلی اینجا بی مادر جان، به گیره نکن. این دماوند ها دو ساعت راهه. آخر هفته ها آقاش فرشاد ورده، بیا اونجا با هواتون هم عوض کن. مادر جان منم از طرف خودم اون قول میدم هر پنجشنبه جمعه بیام پیش شما، خیالتون راحت، اصلا هم ناراحت نباشید. بیا بیا حتما بیا، منتظرتون. گریه نکنی گفته بابا نوکرت. بابا گریه نکن، نوکرت بابا، مواظب خودت. یادی شب عروسی افتاد. من نوکرت. بری به سلامت. مرسول بسته، چقدر گریه میکنی؟ خب دلم تنگ میشه، مادرمه، پدرمه آخه. میدونم. امروز چند شنبه؟ پنجشنبه. پنجشنبه؟ آخ 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 آخ، من به نگین زنگ بزنم بره به مامان اینا سر بزنیم، چرا به فکر خودم نرسید؟ آخه بیشور بذار اینا برن خودشون برسن، عرقشون خوری. بچم دیگه این گوجه رو بذار بالا. آقا آقا منصور گوجه رو بذار بالا. داداش اینا همه گوجه است دیگه، غیر گوجه چیزی نیست. هرچی کرد آقا محمود گوجه رو بذار بالا. حالا میذارم بالا دیگه داداش. خب پس چن گوجه دیگه. باش حالا چون گوجه است نباید بذاری بالا. اینجا که سرترین قصه آخر بدیم راحت شیم دیگه. این باغچه میشه به اسم خودم. جان به اسم کی؟ آقا چرا بی خودی از زیر کار در میری؟ به اسم ارستان، به اسم من، به اسم تو، به اسم این ارستان. بس بابا چی؟ آقا به اسم تو، به اسم محمود، به اسم تو، به اسم محمود، به اسم محمود، به اسم من. بچو 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 آروم باش. مامان چی؟ مامان مامان مامانم هست، به اسم مامان، به اسم بابا، به اسم تو، به اسم این، به اسم من. باشه خب منصوره. منصوره نه، چرا داد میزنی داداش؟ خب چرا اینجوری حرف میزنی؟ خب خودش شوهر داره، اونا فانتزی کارن. ولی اگه رفته بودیم اونورا حالا با موتور داشتیم پیتزا میبرو بر میکردیم. 8 تومن پول خورد، 10 تومن پول روم. فکر کنی رفته بودیم اونور الان اوضاعتون اینجوری بود؟ حالا فکر کنی کجای دنیا هوای اینجا رو داره؟ کجای دنیا گوجه های اینجا رو داره؟ اینجا انبار میوه دنیا. یعنی بیشور، یعنی بیشور، شور. آقا جون، هر کی ندونه فکر میکنه شما پیشنهاد دادین بیایم دماوند گوجه بکاریم. بنده، مهندس عشقی. داداش، هر کی تک میاره اون فرغونو برمی‌داره. برمی‌داری. بابا من مهندسم، دست داد نکن. داداش، آقا بفرمایید. آقا برو. آقا مرسی. بزن. ولش کن، بزن خودش هر چه بیاره. بزن خودش بیاره. آقا برو. سگ خودمونه؟ نه سگونو بستی؟ سگ خودمونه بستم، ولی فکر کنم یه سگ دیگه است. این صدای سگ خودمونه؟ سگه؟